بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده. موضوع امروز برنامه ما در مورد بیفایده ترین موجود دنیاست. به نظر شما بیفایده ترین موجود دنیا چی؟ همین ابتدای برنامه بگم که میتونید لایو رو از طریق اینستاگرام شبکه جهانی نور مشاهده کنید و همچنین از طریق تماس واتساپی با ما در ارتباط باشید. بیفایده ترین موجود دنیا، اگر از شما بپرسم بیفایده ترین موجود دنیا چی هست، چی به ذهنتون میاد؟ انسان ها که نمیتونن باشن، چون انسان ها بالاخره یک ضرری دارن یه سودی دارن. میتونه سودشون کمتر از ضررشون باشه یا ضررشون بیشتر از سودشون باشه، بیفایده نیست. حیوانات چطور؟ در میون حیوانات بیفایده ترین موجود دنیا در میون حیواناته. یک حیوان در اوج بیفایدگیش فقط میتونه زیبا باشه، میتونه اینجوری باشه که ما از دیدنش لذت ببریم، هرچند بیفایده باشه. مثلا میگیم اگر بگیم طاووس بیفایده است، یعنی ما نمیتونیم گوشتش رو که درست حسابی چیزی نداره، تخمی هم که نداره که بتونیم تخم مرغ طاووس رو بخوریم، ولی خب زیباست. از جانداران دیگه، از گیاهان چطور؟ همه حشرات که به نوع خودشون سودی در زندگی ما دارن. از گیاهان هم ببینیم که نه، ما اکسیژن هوامون از فتوسنتزشون به دست میاد، ریه های زمین به خاطر وجود تراکم انبوه درختان در جنگل های آمازون هست، و پس درختان هم گیاهان هم تأثیر دارن. پس انسان ها نه، جانوران نه، حشرات نه، گیاهان نه. جمادات چطور؟ چیزهای جامد، چیزهای اشیا، همه اشیا به نوعی میتونن برای ما تاثیرگذار باشن، یا اینکه ما کم کم تاثیراتشون رو بتونیم درک بکنیم، ازش استفاده بکنیم. اگر مثلا از یک عنصری تا چند دهه قبل نمیتونستیم استفاده کنیم، الان میتونیم استفاده کنیم. پس بیفایده ترین موجودی که روی این کره خاکی هست به چه صورته؟ چیه؟ به نظر شما چیه؟ اون چیزی که موجودی که بشر معتقده بهش یا عده‌ای معتقد هستن بهش ولی بیفایده است، اون چیه؟ دوستان موضوع رو میتونید زیرنویس کنید الان. ببینیم موضوع امروز برنامه چیه. امام زمان بیفایده ترین موجود جهان. از نظر بنده امام زمان، امامی که به نام امام زمان هست، بیفایده ترین موجودی هست که عده‌ای در این کره خاکی بهش اعتقاد دارن. نخوام از حق و حقیقت دور بشم یا غلو بکنم، بتان بت پرستان هم همین وضعیت رو دارن، خدایان مشرکین هم همچون وضعیتی رو دارن. یعنی اینکه خدایان مشرکین هم جزئی همون بیفایده ترین ها هستن. اما توی ایران ما بت وجود نداره، شاید بهتر بگیم امام زمان بیفایده ترین موجود جهان از دید ایرانیان. برای اینکه بخوام ببینم از دید اونهایی که به امام زمان معتقد هستند، عبارت فواید امام غائب یا فواید امام زمان رو گوگل کردم که ببینم نه از دید منی که به امام زمان معتقد نیستم، بلکه از دید یک نفر که به امام زمان معتقد هست. اصلا ما فرض رو میگیریم بر صحت امام زمان، فرض رو میگیریم بر اینکه امام زمان موجوده، امام زمان حاضره، امام زمان ناظره. حالا ما فرض رو بر این گرفتیم، کاری هم نداریم به اینکه یه عده هستن که مسلمان های دنیا اکثریتشون 90 اندی درصد مسلمان دنیا که اصلا معتقد به این امام غایب نیستن، فقط اونایی که معتقد هستن. از دید اونها این امامی که من میگم بیفایده ترین موجود جهانه برای ما ایرانی ها چه فوایدی داره؟ میتونیم سرچ بنده رو برای اینکه ببینید من صادق هستم در این موضوع، سرچ بنده رو اگر ببینیم، سرچ گوگل من رو، فواید امام زمان رو، فواید امام غایب رو سرچ کردم، امام زمان زدم، اولین سرچ امام غایب اومد. فواید امام غایب، چندین مورد از فواید امام غایب رو که گوگل به ما داده
فواید امام قبه برن تو ویکی فقه اون چیزی که خودشون درست کردن، بعد سایت های مثل پرسمان، مثل شبستان و سایت های مثل پاسخ، تمام اینها مواردی رو آوردن برای اینکه بگن این فوایدی امام زمانی که وجود داره و غیب شده چی هست. خودتون میتونید برید ببینید. من سعی میکنم دومین، اون ویکی فقه معمولا آرت ویکیپدیا داره، دومین مورد پرسمان دانشگاهیانه که از اون استفاده میکنم. بریم ببینیم بر اساس پرسمان دانشگاهیان، سایت پرسمان دانشگاهیان که زیر نظر نمایندگی مقام معظم رهبری این گوشش نوشته شده، خودتون میتونید ببینید، زیر نظر مقام معظم اداره تبلیغ نوین هست، یعنی یه سایت خیلی رسمی دیگه. فکر میکنم از این جوابی پرفیستر نتونیم پیدا بکنیم. این فواید اون امامی که من میگم بی فایده ترین موجود جهان هست چی هست؟ فواید امام زمان به صورت خلاصه اینو گفته: امام واسطه فیض الهی است و اوست که رابطه میان علائم مادی و ربوی است و ربوبی است. اگر امام در روی کره خاکی نبود، نوع انسان منقرض میگشت و اگر او نباشد، خداوند به حد کمال شناخته نمی شود. هر کدوم از اینا رو یکی یکی بهش میپردازم، کاملش براتون بخونم خلاصش رو، و در نتیجه عبادت نمی شود و رابطه بین عالم مادی و دستگاه آفرینش قطع می شود. قلب مقدس امام است که به منزله ترانسفورماتوری است که جریان برق کارخانه را به میلیون ها لامپ می رساند. امام قالب عالم وجود و رهبر و مربی نوع انسان است. خب یکی یکی میریم چلو. یه بخشیشون دینیه از این فرمایشات، یه بخشیش مادیه. میریم از یکی یکی رو نگاه میکنم. اولا اینکه امام واسطه فیض الهی است. یعنی چی امام واسطه فیض الهی است؟ یه بحث دینیه. یعنی ما باید اثری از اون در قرآن داشته باشیم، در سنت پیامبر علیه السلام داشته باشیم. واسطه فیض الهی یعنی چی؟ خداوند کجای دینش توسط پیامبر علیه السلام و توسط قرآن قبل از اون کجا به ما گفته ای انسانها، من برای این که بخوام به شما فیض برسانم، به شما انسانها فیض برسانم، نیاز به امام دارم یا از امام استفاده کردم؟ امام رو به عنوان یک واسطه برای رسوندن فیض خودم به شما قرار دادم. از کجا؟ از کجا؟ اگر یه بودایی بیاد بگه بت ما واسطه فیض الهی، بودا واسطه فیض الهی در میون انسان هاست، یعنی بودا هست که فیض الهی رو به انسان ها میرسونه، از کجا داری میگی اینو؟ یه بودایی شاید قبول داشته باشه، نمیدونم، تو کتابشون شاید باشه. یک مسلمون چرا باید قبول داشته باشه که یک موجود خیالی که من میگم بیفایده تری موجود دنیاست واسطه فیض الهی باشه؟ به عنوان یک شیعه به ماجرا نگاه کنید، به عنوان یک شیعه به قضیه نگاه کنید. چرا؟ چرا امام واسطه فیض الهی است؟ کجا؟ اگر من بگم این سنگی که اینا میپرستن واسطه فیض الهی است، بعد دلیل برای خودم بیارم. امام چطور؟ یک چیز غایبی هست. میگیم هست، باش. اینکه واسطه فیض الهی است از کجا؟ هیچ دلیلی براش وجود نداره. من مطلب رو، اون بخش کاملش رو هم براتون میخونم که ببینید اصلا این دلیلی هم نیورده، یعنی کل موارد رو در قرآن و سنت هیچ کدوم دلیلی برش وجود نداره که امام واسطه فیض الهی است. خب حالا، و اوست که رابطه میان عالم مادی و ربوبی است، همون واسطه فیض الهی و رابطه میان همش یکیه، اون اصلا هیچ دلیلی برش وجود نداره. آقا این قرآن باید به ما میگفت من واسطه‌ای قرار دادم، ای انسان‌ها، من الله واسطه ای قرار دادم که اون امامه که رابطه میان عالم مادی و ربوبیه. حالا اگر امام در روی کره خاکی نبود، نوع انسان منقرض میگشت. اتاق فرمان من چی بگم در مورد این ماجرا؟ یعنی اگر امام روی کره زمین نبود، نوع خاکی بشر، ما انسانها، نوع بشر در این کره خاکی منقرض میشد و من کجای دلم بذارم؟ به قول اون یارو میگن که چه بگم والله.
یعنی تا قبل از اینکه امام نبود چرا پس منقرض نشدیم ما؟ بعد امام مگه زاد و ولد میکنه؟ ما انقراضمون به زاد و ولد بستگی داره. بعد چرا مشرکین زاد و ولد میکنن و منقرض نمیشن؟ چرا ما چرا شما در بین مسلمان شما که معتقد هستین کمترین تعداد رو دارین؟ سوالات دیگه، یعنی چی منقرض میشد؟ چرا نوع بشر منقرض میشد اگر نبود؟ یعنی رابطه آبستن شدن همه ربط امام داره؟ چه ربط قضیه انقراض نوع انسان دیگه، قضیه دین که نیست. مورد بعدی باز دینیه، و اگر او نباشد خداوند به حد کمال شناخته نمیشد. الان ما 90 و اندی درصد از مسلمون ها که خدا رو از طریق قرآن و از طریق رسول الله علیه السلام میشناسیم، چه تفاوتی؟ شما چه چیزی از خدا بیشتر میفهمید غیر از اون چیزی که خدا و رسولش گفته باشه؟ از امام، از طریق امام. کاری به انحرافات هم ندارم، شما انحرافات در شناخت خدا دارید، کاری به اون ندارم. ما مسلمون ها از طریق قرآن و از طریق سنت رسول الله علیه السلام پروردگار عالمیان رو میشناسیم. یعنی خداوند گفت من رحمانم رحیمم، میگیم خداوند رحمان و رحیمه، مالک یوم الدینم مالک یوم الدینه، سریع الحسابم سریع الحسابه، هر چی که خداوند گفت میگیم خداوند اونه. مسئله چیه؟ در حد کمال شناخت خداونده. شما از امام غائب چطوری خدا رو دارید میشناسید؟ اصلا گیرم که ما اشتباه میکنیم، اون چیزی که در قرآن و سنت اومده اشتباه. شما از امام غائب چه استفاده دارید میکنید؟ چطوری خدا رو به شما میشناسونه؟ آخه نامردا یه چیزی بگید که تو بحث بگنجه. اگر او نباشد خداوند به حد کمال شناخته نمیشد، الان که شما او را شناختید چگونه خداوند رو به حد کمال شناختید؟ اصلا نمیگم شما درستید یا نه، نمیگم ما خدا رو بهتر میشناسیم یا شما خدا رو بشناسید، اونو میذاریم کنار. شما یک موجود غائب اعتقاد دارید، میگید اگر این نبود ما خدا رو کامل نمیشناختیم. میگیم اصلا چطوری خدا رو به شما شناختونده؟ یعنی اصلا چطوری؟ یعنی این به شما گفته بگید آره امام زمان به ما گفته خداوند این صفات رو داره و شما اینو نمیدونید چون به امام زمان معتقد نیستید. ما خدا رو از طریق قرآن میشناسیم، از طریق سنت رسول الله علیه السلام میشناسیم. شما خدا رو از کجا میشناسید؟ بگید دیگه. و در نتیجه عبادت هم نمیشد، یعنی چون خدا رو ما نمیشناختیم در نتیجه عبادت هم نمیشد. یعنی چون اونایی که معتقد هستن فواید امام غائب، به خدا من فواید قرآن رو نمیگم. یک سوال، کلاهتون قاضی بین 90 و اندی درصد از مسلمان ها که اهل سنت هستن با چند درصدی که به امام غائب معتقد هستن، کدوم خدا رو بیشتر عبادت میکنن؟ کلاه خودتون قاضی، کدوم بیشتر به نماز میستن؟ کدوم بیشتر به حج میرن؟ کدوم بیشتر روزه میگیرن؟ شما برید تو خیابون های ایران توی روز رمضان راه برید، بیشتر رمضان رو حس میکنید و عبادت پروردگار رو، یا توی خیابون های اندونزی و مالزی و ترکیه و مصر و کشورهای عربی و توی کدوم یکی از کشورها بیشتر رمضان رو حس میکنید؟ تو کدوم یکی از کشورها بیشتر صدای اذان رو میشنوید؟ کدوم یکی از کشورها مساجدشون پرتره؟ کلاه خودتون قاضی، من دهنم رو میبندم. شما به من بگید، شما شیعیان، شمایی که پاتون رو یک قدم از جمکران اونورتر گذاشتید و اهل سنت رو هم دیدید، شما به من بگید که در کردستان و بلوچستان و جنوب ایران و تالش و خوزستان و خراسان، در جاهایی که اهل سنت بیشتر هستن، اکثریت هستن، خداوند بیشتر عبادت میشه، مساجد پرتر هست، یا در تهران و شیراز و اصفهان؟ اونهایی که موحد شدن، که شیعه بودن و موحد شدن، خدا رو بیشتر عبادت میکنن یا آخوندهای حوزه یا مراجع تقلید؟ بگید، مرد باشید، بگید توی مساجد کاشون از مساجد زاهدان جمعیتش بیشتره. مرد باشید بگید مساجد قم از مساجد سنندج، از مساجد سقز، از مساجد بندر لنگه، از مساجد اهل سنت پر جمعیت‌تر هستن. مرد باشید بگید درصد کسانی که روزه میگیرن، کسانی که عشق دارن بگید که به حج برن، کسانی که زکات مالشون رو میدن در شهرهایی که معتقد به امام غائب هستن، از شهرهایی که معتقد به امام غائب نیستن بیشتره. خب بگید دیگه. مورد بعدی، رابطه بین عالم مادی و دستگاه آفرینش قطع می شود. چرا؟ خب
نامردا، خدا میگه نحن اقرب الی من حبل الورید، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره، و بعد وقتی امام غائب اینها نباشه رابطه بین ما و عالم خداوند قطع میشه. خدا میگه اخ استغفر الله. ما میگیم اخی رابطمون با خدا قطع شد دیگه، خدا با ما رابطه نداره، آنتن نمیده چون که امام وجود نداره. تکرار کفر کفر نیست. بار الله من از استغفار میکنم به خاطر این مزخرفات و خزعبلات که اگر امام نباشد رابطه بین عالم مادی و دستگاه آفرینش قطع میشد. یعنی شما من بگید ما که تأثیری نداریم توی رابطه بین خودمون با خدا، ما یک انسانای بدبخت فقیر کوچک در ذره در میون آفرینش الله عز و جل هستیم. کی رابطه ما رو با الله حفظ کرده؟ خداوند متعال میگه این اگه امام نباشه رابطه بین عالم مادی و دستگاه آفرینش قطع میشه. این از فواید امام غائب این هاست. این خداوند دیگه رابطه بین عالم مادی و دستگاه آفرینش رو نمیتونه ایجاد کنه. من نمیدونم چجوری بگم که کفر نباشه. یعنی دارم تلاش میکنم حرفامو یه جوری بزنم که آقا کفرم نگم، این وسطش تکرار کفر حداقل نکنم، حال خودمو خراب نکنم با تکرار کردن کفر این افراد. برمیگردیم و این نکته آخرم بذارید بخونم قرار دیگه برگردیم. قلب مقدس امام است که به منزله ترانسفورماتوری است که جریان برق کارخانه را به میون لامپ ها میرساند. امام قلب عالم وجود و رهبر و مربی نوع انسان هست. اون ترانسفورماتور که دیگه دلیلی برایش وجود نداره دیگه، یه نفر میگه بودا ترانسفورماتوری است که جریان برق کارخونه رو میرسونه به میلیون ها لامپ. این که هیچی دلیلی برایش نداریم، مادیه، باید دلیل وجود داشته باشه، دلیل علمی مادی وجود داشته باشه. اما امام قلب عالم وجود، اینم که هیچ چرته. رهبر و مربی، امام چطوری مربی نوع بشره؟ تازه نوع انسان ها، نمیگم نمیگه فقط مثلا شیعیان مولا علی، این نوع انسان ها. امام رهبر و مربی نوع انسان ها. شما یک مربی دارید غیبه، شما فرض کنید میخواید برید مثلا فوتبال یاد بگیرید، میخواید شطرنج یاد بگیرید، خب میرید اونجا یه جا میشینید و شما شطرنج بلد نیست، میگن این رهبر مربی شطرنج غایبه. میگید خب میرم یه روز دیگه میام. میگه نه هست تو اتاقه ولی غایبه. خب هیچی مثل خورشید پشت ابر به شما شطرنج یاد میده، کلاس شطرنج. خب بیاد یاد بده خورشید پشت ابر، بالاخره یه نوری ازش میاد دیگه. نه امام غایبه، بشینید اینجا خودتون شطرنج یاد بگیریم. ولی یادتون باشه این امامی که این مربی شطرنجی که غیب شده مربی و رهبر تمام شطرنج بازان دنیاست. آخه نامرد، این که نیست. چرا هست؟ تو نمیبینیش. این که تو نمیبینیش دلیل بر این نمیشه که نیست. خب اوکی باشه، بیاد به من صدای جوری مربی من بشه که شطرنج من آموزش بده. الان شما کسانی که معتقد هستند به این قضیه، کسانی که معتقد هستند به امام غائب، فقط اونها به من بگن که چطوری این امام مربی و رهبرشون شده. یعنی چطوری مربیگری کرده، چطوری رهبریت رو بر عهده گرفته؟ خواهش میکنم، سؤال بنده است. سؤال بنده است که اگر امام غائب فایده‌ای داره به من بگید. من دارم از سایتی میخونم که یک وبلاگ علکی نیست، نرفتم حتی از ویکی فقه مرتبط با وزارت، با سازمان تبلیغات بخونم. رفتم از پرسمان دانشگاهیان پرسیدم که بحث در حد دانشگاهیان باشه، و از وبسایتی که نمایندگی مقام معظم رهبریه در امور دانشگاه ها، اداره تبلیغ نوین. خب یعنی من در اوج این دیگه، هر چیزی وجود داشته باشه همینه دیگه، یعنی هر موردی وجود داشته باشه همینه که خدمتتون عرض کردم، یعنی هر فایده داشته باشه تو همینجا میتونیم پیدا کنیم دیگه. توضیح داده امام واسطه فیض الهی است، همون چیزی که اول گفتیم. اگر امام در روی کره خاکی نبود نوع انسان منقرض میشد، و اگر نباشد خداوند به حد کمال شناخته نمیشود. همه اینا رو یکی یکی توضیح دادیم در موردش. میریم تماس ها رو میگیریم. دوستانی که میخوان زنگ بزنن، بهترین راه ارتباطی همین طریق واتساپ هست که زیرنویس هم شده. بفرمایید، خواهش میکنم، پشت خط هستید. سلام آقا حسین باشی. علیکم السلام، سلامت باشید. خب بفرمایید، شما گفتین که مگه خدا نیاز داره به واسه این که
امام اون برکت و فیضش به بنده هاش بده. حالا سوال ما اینه، مگه خداوند نیاز داشت که حرفش به بندگانش بدنه، رسول ها رو اون فرستاد؟ برای خداوند متعال ما نیاز داشتیم، برای اینکه حسین رو نگفتم، من موضوعمون در مورد امام زمانه، ما نیاز داشتیم برای اینکه خداوند با ما صحبت بکنه، هنوز هم نیاز داریم که خداوند با ما به ما راه رو نشون بده. بله، بقیه احسنتتون چیه؟ خب پس حرف شما درست نبود. شما گفتیم مگه خدا نیاز داره که فعلیش به وسیله امام برسونه، ما نیاز داریم. شما یک نیروگاه برق و همین، حالا مثال برق این زیاد، یه نیروگاه برق رو تصور کنید، یه لامپ هم اینجا تصور کنید، اگه برق مستقیم وصل بشه به این لامپ، این لامپ میتره که نیروگاهی چه مشکلی واسش پیش نمیاد. ما این که ظرفیت نداریم، مثلا خداوند اصلا قادر مطلق است، میتونه مستقیم با بندگانش حرف بزنه. عزیز من، تو دو تا موضوع رو قاطی کردی. شما دو تا موضوع رو قاطی کردی برادر گل من. وقتی ما میگیم یه چیزی، وقتی ما میگیم امام غائب رابطه رسیدن فیض خدا به ماست، من نگفتم اینجا خدا چه نیاز به رابطه نداره. من عرض کردم خداوند متعال رابطه میان ما و خودش رو چرا به ما نگفته؟ یه نفر وجود داره، 5% از مسلمان ها بلکه کمتر بهش معتقد هستن، غیب شده، اثری از اون در قرآن نیست. اگر مثل رسول الله علیه السلام، کسی نمیگه رسول الله علیه السلام واسطه رسیدن فرمان الهی به بشر نیست. چرا؟ چون یک پیامبر اومده، یک فرمان اومده و ما این فرمان رو میبینیم که بله فرمان بشر نیست و ایمان میاریم بهش. خب و خداوند توی قرآن هم به ما میگه این محمد رسول الله هست، کسی هست که واسطه است برای اینکه پیام الله رو به ما برسونه. این بحث ما نیست، بحث ما در مورد امام زمانه، اینکه خداوند میخواد فیضش رو از طریق یک نفری که غیب شده به ما برسونه. چرا خداوند ما اینو کی گفته که خداوند متعال فیضش رو از طریق یک نفر امام غائب به ما برسونه؟ سوال در مورد رسیدن فیض این بود. بفرمایید. سوال خود درسته. شما میگین آقا خداوند نیاز داشت مگه که فیضش رو، ما میگیم نه خدا نیاز نداره، بندگانش نیاز داره. نه. فرق دو تا فیض موضوع. با کلام دو تا خدا موضوع. چیه؟ خدا دو تا موضوع. کلامش رو با واسطه میفرسته. نه شما جواب منو نمیسته. عزیز من، شما جواب منو در یک موضوع دیگه خلط کردید با یک موضوع دیگه. جواب رو با هم ببینیم. اون چیزی که من در مورد صحبت کردم با هم ببینیم. من به شما وقت میدم. فرق امام من به شما پیامبر. من به شما وقت میدم. یک دین خدا رو میاره واسه مردم. خب مستقیم از خداوند رساله. ببینید. این ببینید. دریافت میکنید. بعد یکی باشه که این دین رو به نسل بعد منتقل کنه. آقای دوست عزیز، اسمتون رو میتونم بپرسم؟ فردوسی. آقای فردوسی عزیز، شما جواب منو توی دو تا سوال متفاوت با هم قاطی کردید، به خاطر این جوابه به سوالتون نمیشینه. خب مورد اول، امام واسطه فیض الهیه. من نگفتم خداوند برای اینکه فیضش رو به ما برسونه از اسباب استفاده نمیکنه. این چیزیه که شما گفتید از اسباب استفاده میکنه. بله از اسباب استفاده میکنه. یکم گوش کنید. بشر نیاز داره. یکم گوش کنید. بذارید من حرفمو تموم بکنم، شاید قانع شدید. خب امام واسطه فیض الهیه. بله ما احتیاج داریم به فیض الهی، ما انسان ها احتیاج داریم به فیض الهی و این طبیعیه که الله متعال به وسیله وسیله ها فیضش رو به ما برسونه. ولی خداوند به ما میگه که فیضم رو از چه طریقی دارم به شما میرسونم. یعنی یه نفر الان بیاد بگه که مسیلمه کذاب بیاد بگه این کلام کلام الله، خدا از طریق من داره کلامش رو به شما میرسونه، میگیم ساکت باش، حرف بی خود نزن آقای مسیلمه کذاب، به خاطر اینکه خداوند دلیلی بر این نداره که خداوند تو رو واسطه رسوندن پیامش و پیام رسان خودش قرار داده. اگر محمد مصطفی پیام رسان الهی هست، ما دلیل بر این داریم. متوجه هستید؟ دلیل داریم بر اینکه محمد مصطفی پیام رسان الهی است. این مورد اول در مورد واسطه. آیا دلیلی داریم که خداوند یه امام غائبی فرستاده؟ ما در مورد مهدی داریم صحبت میکنیم، خب حتی نه در مورد کل امامت، یه مهدی الان وجود داره غیب شده. ما دلیلی داریم که خداوند واسطه فیض الهی قرار داد؟ وقتی میگم دلیل، یعنی آیه ای از قرآن در موردش وجود داره، یعنی پیامبر هم چیزی ما گفته. مورد بعدی، اون چیزی که شما قاطی کردید جواب بنده رو، خود وبسایت آقای ولی فقیه گفته رابطه، یعنی امام زمان امام غائب رابطه اگر نبود، اگر نباشد، رابطه بین عالم مادی و دستگاه آفرینش قطع میشود. این چه حرف الکیه؟ این دلیل منطقی میخواد، این دلیل منطقی میخواد، اون دلیل شرعی میخواد. بریم از اولی که دلیل شرعی میخواد.
امام واسطه فیض الهی است. شما یک جا به من بگید که خداوند گفته باشه که امام واسطه فیض الهی است، وگرنه که یه بودایی هم میاد میگه که این مجسمه بودا بت من واسطه رسیدن فیض الهی به بشره. بفرمایید. خداوند در آیه 35 سوره مائده مگه نمیگه با من به وسیله وسیل؟ این وسیله شیعیان میگن امام هست. ما در مورد امام غائب داریم صحبت میکنیم. شیعیان برای پس بودایان هم بودایان هم با من به وسیله وسیل. خب این آره. وسیله که ما رو به خداوند وصل میکنه امام هست. من بهتون میگم اون آیه رو براتون میارم، 35 سوره مائده. این سوره در مورد جهاده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله. این آیه در مورد جهاده. میگه ای مسلمان ها، ای کسانی که ایمان آوردید، از الله تقوای الله را پیشه دارید و برای رسیدن به او از وسایل استفاده کنید و جهاد بکنید در راهش. اینجا امامه؟ شیعه میگه امامه؟ بودا هم میگه بت منه. بودا هم میگه خدا داخل قرآنتون آیه 35 مائده گفته که وسیله بگیرید، ما میگیم بت منه، بت بودا وسیله شما. آقا خدا بعدش گفته و جاهدوا فی سبیله، یعنی وسیله جهاد در این آیه. و علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه با چشم‌پوشی از سند و سقم و در واقع صحت خود نهج البلاغه میگه وسیله چیه؟ وسیله شهادت در راه خداوند، شهادت دادن به الله، به یگانگی الله و به رسولش و نماز و زکات و عبادت و تمام کارهای نیک ما وسیله است برای رسیدن به خداوند. در آیه 35 سوره مائده که خداوند داره میگه وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، این بخش از آیه رو کات میکنن برای اینکه نفهمید. یه بودایی هم میاد کات میکنه میگه خداوند تو سوره 35 مائده خودش به شما در مورد بودا گفته که وابتغوا الیه الوسیله، یعنی چی؟ یعنی بیایید به سمت بت بودا برای اینکه شما رو به خدا برسونه. کنتور که نمیندازه، هر کسی وسیله میاره. یه مسلمون آیه جلوشه میخونه که این وسیله جهاد در راه خداه، دلیلی نشد. امام غائب وسیله است، به خاطر اینکه خدا گفته جهاد وسیله است، امام غائب هم وسیله است، با بودایی هم میگه بودا وسیله است. بفرمایید. ببین وسیله، همین علما شما الان تفسیر ابن کثیر ما اهل نگاه کنم دو برای بحث وسیله، خیلی علما شما گفتن نماز، اینجا که نماز حرفی نزد، فقط گفت جهاد. هر کی برای خودش یک چیزی میگه، شما میگی نماز و روزه و خمس و زکات، ما میگی بله اینا هستن وسیله واسه خدا، اما اون چیزی که این برکت و این ثواب این اعمال شما رو به خداوند وصل میکنه و مرتکب میکنه حجت خداست، نماینده خداست. از موقعی که آدم اولین فرستاده خداوند به زمین اومد تا حضرت محمد، پیوسته این حجت‌ها خدا به هم وصل بودن، یعنی یک لحظه ناکو عزیزم، چیزی که براش دلیل نداری، چیزی که براش دلیل نداری حرف نزن. قبل از رسول الله علیه السلام حجتی بر روی زمین نبوده، تا سالها و قرنها حجتی بر رسول الله بر مردم نبوده. مشرکین مکه بدون حجت بودن، انسانها بدون حجت بودن تا رسول الله اومده. این دروغ‌هایی که آخونده پای منبر بهتون گفتن فکر کنید میفهمید. گفتن نه، از اولی که آدم اومده تا خاتم همه حجت ها به هم وصل شدن، چطور ما حجت نداریم؟ کی گفته ما وصل شدن به هم؟ قبل از رسول الله علیه السلام حجت کی بوده؟ وقتی مردم داشتن بت میپرستیدن، توی فارس داشتن آتش میپرستیدن، توی چین داشتن یه چیز دیگه میپرستیدن، اینجا حجت خدا روی زمین کی بوده؟ حجت خدا بر ما انسان ها قبل از رسول الله علیه السلام به 100 سال، به 200 سال، به 500 سال، به 1000 سال کی بوده؟ آخرین قبل پیامبر کی؟ آخرین پیامبر خداوند قبل از حضرت محمد کی بوده؟ من میگم کی بوده؟ بگو قبل از پیامبر به 1000 سال بگو، قبل از پیامبر کی پیامبر بوده؟ هیچ کدوم از پیامبران اولوالعزم نبودن، اگر تو میشناسی بگو، من میگم وجود نداشت. عزیز من، پیامبران اولوالعزم ولش کن، قبل از رسول الله علیه السلام، وقتی پیامبر مصطفی پیامبر اکرم علیه السلام اومده گفته که پیامبر قبل از من کی بوده، اونو به سلام علیک بکنه، به اون بگه خب تو داری میمیری، من نفر بعدی هستم، نیومده دیگه. ما قبل از پیامبر به 1000 سال کدوم پیامبر رو داشتیم؟ 500 سال قبل از رسول الله علیه السلام چه کسی بوده؟ تا زمان تا عام‌الفیل که پیامبر علیه السلام، قبلش برو قبلش کی بوده پیامبر قبلی؟ نمیدونیم نه، نبوده. این بافته و ساخته آخوندهای بر ذهن خودتون که بخوام بگن همچنان باید یک کسی مثل پیامبر بر روی زمین وجود داشته باشه که ازتون بچاپن.
وسیله‌ای که خداوند در این آیه آورده در 35 سوره مائده، تنها دلیل آورده این بود دیگه. وسیله کار به تفاسیر نداریم، وسیله جهاده، در اینجا جهاده. وسایل دیگه وجود داره؟ بله، ما از طریق قرآن و سنت میدانیم که وسایل دیگه برای رسیدن ما به خداوند متعال وجود داره، همون چیزایی که پیامبر گفته. پیامبر گفته نماز وسیله است، میگیم قبول. عبادات وسیله است، میگیم قبول. کارهای نیک وسیله است، میگیم قبول. ولی با بودایی که بیاد به من بگه بت هم وسیله است، من چیکار کنم؟ ولی با آخوندی که بیاد بگه امام غایب منم وسیله است، چیکار کنم؟ اون که دیگه دلیل میخواد. ما که میدونیم امامان وسیله، ما میدونیم عبادات، کارهای خوب، احسان، نیکی وسیله هستن، چون دلیل برش داریم. راههای رسیدن ما به پروردگار عالمیان، راههای قربتن نزدیک شدن ما به پروردگار عالمیانه. امام، اینو به من بگو، امام کجا وسیله است؟ این 35 مائده میگه جهاد وسیله است، میگیم جهاد وسیله است، قبوله. بقیه عبادات هم میگیم وسیله است. اینکه امام غائب وسیله است برای رسیدن فیض الهی به ما، اون رو به من بگو. بفرمایید. آقا خداوند تو سوره نساء خودش به ما یاد داده، خب، که واسه اینکه به خدا وصل بشیم از چه کارهای استفاده میکنیم؟ کنیم به خداوند در سوره نساء، حالا آیه شما دقیق یادم نیست اگه پیدا کنم، میگه اگه اونا، حالا ترجمه شو میگم، شما اگه تونستی آیهش پیدا کنید، میگه اگه اونایی که بر خودشون ظلم کردن و گناه کردن میومدن پیش توی پیامبر، پیامبر فرستاده خدا، سنت خدا، میگه اگه میومدن پیش توی خودشون استغفار میکردن، بله، توی پیامبر هم برای آنها استغفار کردی، اینجا چه نیازی داره پیامبر واسه شما استغفار کنه؟ میگه اگه توی پیامبر هم واسه شما استغفار میکردی، لوجد الله توابا این نمیدونم شست و چار سوره نساء. خب مورد اول در مورد رسول الله. چرا هر چیزی در مورد پیامبران خدای ده؟ آقا گوش کنید، دلیل یکی یکی میریم جلو دیگه. یک نفر بودایی بیاد جای شما به من زنگ میزنه، میگه آقای موحد، مگه نمیبینی خداوند تو 64 سوره نساء گفته اگر کار بد کردین ظلم و انفسهم برید سمت رسول الله علیه الصلاه و السلام استغفار بکنید، مگه نمیبینی؟ پس باید الانم برن سراغ بودا ازش استغفار کنن، چون خداوند قبلا گفته که باید برن سراغ یه نفر. من به بودایی چی بگم؟ ما میگیم واسطه فیض الهی به وسیله نماینده و حجت خداست. اینجا بله، حجت خداوند پیامبر بوده. عزیز من، الان که پیامبر نیست، خداوند ما میگه چیکار کنیم؟ آفرین. بودایی هم میگه تا زمانی که پیامبر شما بوده، پیامبر شما حجت بوده، الان بودا بوت من، بوت بودا حجته. بودا هم یه انسان خوب بودا، میدونید که فقط سنگ و چوب نیست، یه انسان خوب به اسم بودا. بعد از پیامبرتون بودا دیگه حجته. شما جواب بودایی رو چی میدید؟ میخوام بگم چقدر این مسخر است. آره بفرمایید. آقا ما میگیم بعد از پیامبر امام حجت هست، چون آیه هست آقا، خداوند میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اولی الامر امامان هستن، خداوند امر میگه از اینا بکنید. اولی الامر یعنی ولات امور. خب شما میگید امامان هستن، بودایی میگه بودا اولی الامر. اولی الامر که امام نیست. دلیل داری واسه این؟ دلیلتون چیه؟ دلیلتون چیه برای اینکه اولل امر؟ خدا، خداوند حکیم هست یا خیر؟ 100% حکیمه. بله. درسته؟ بله. بودا هم آدم خیلی حکیمه. آیا آخه بحثم خدا، آیا خداوند حکیم امر به کار زشت میکند یا خیر؟ خب پس خداوند میگه، اینجا میگه اطیع الله و اولی الامر کن. قیدی اصلا نداد که در امور یا در احکام یا در جهاد از اولی الامر داد. گفت همون اطاعت الله و اطیع الله، همون اطاعتی که الله و رسول است و از اولی الامر اطاعت کنید. اگه این اولی الامر خطایی ازش سر زد، بودا ازش خطا سر نمیزنه. بودایی به شما میگه که بودا ازش خطا سر نمیزنه. بودا یک انسان پاک بوده، اول پادشاه بوده، بعد رفته بین انسانهای فقیر به فقرا کمک کرده، به مردم گفته خوب باشید، خدا را عبادت بکنید، انسانهای پاکی باشید. بودا معصومه. من کاری به بودا ندارم. من میگم اینجا خداوند گفته اطیعوا الله اولی الامر امامان هستن. عزیز من، بودایی ها میگن اولی الامر بوداه. بعد چی میگی؟ بودا معصومه، آدم خیلی خوبی هم بوده، کتابم داره، تازه غایب هم نیست. بودا کتابش هست، ما میتونیم ازش فرامینش رو بدونیم.
شما میگی اولل امر، اولل امر که به اسم به معنی امام امان نیست، شما میچسبونی به امام. خب اولل امر یعنی ولات امور، شما میگید امام آره صاحبان امر. آره صاحبان امر، شما میگید صاحبان امر ما امامان هستن، بودایی میگه بودا هست. ما هم کاری به امام نداریم، بحث ما اسلامه، نه بحث ما شیعه و سنی نیست، بحث ما حقه برادر من، بحث ما حقه، بحث ما شیعه و سنی نیست. ما میگیم شما برای این که اولوالامر هم کسانی هستن که ولات امور ما هستن، اولوالامر هر کس ولی امر اون هست، اونو من کاری ندارم، من که نمیگم باید از اولوالامر مثل الله و رسول اطاعت. یعنی خامنه ای اولوالامر ماست؟ خامنه ای اولوالامر شماست، برش بره خامنه ای اولوالامر شماست که زیر پرچمش هستید. شما قبول ندارید که خامنه ای اولوالامر شماست؟ خب نه، پس یعنی این سنی ها و همه این یهودی مسیح هر چی ایران هستن باید اگر خامنه ای رو به عنوان اولوالامرشون قانونگذارشون قبول کردن، خب خامنه ای میشه قانونگذارشون، بله که باید از قانون تبعیت بکنن، مگر اینکه بگن نه خامنه ای مسلمان نیست، ما از یک شخص غیر مسلمان تبعیت نمیکنیم، اولوالامر ما نیست. تو قبول داری که خامنه اولوالامر هست یا نه؟ ببین داریم از بحثمون خارج میشیم، بحثمون در مورد امام زمان داریم از بحثمون خارج میشیم، داریم از بحثمون خارج میشیم. اونجوری هم که شما میگید اولوالامر ما امام زمانه، ما میگیم اولوالامر ما کسای دیگه است، اکثریت مسلمان ها که برای اعتقاد این نیستن که اولوالامرشون یه امام غائبه. بعد اولوالامری که بعد ازش امرش رو تبعیت بکنید، برای شما غیبی اصلا امری نداره، اصلا حرفی نمیزنه، غیبه، مثل هری پاتره. در مورد این آیه، در مورد این آیه که گفتید، من اینو ادامه بدم. اینا کردن دروغی که آخوندا بهتون میزنن. الان سه تا آیه آورد، هر سه تاشو به توضیح دادم، این سومینشه، 64 سوره نساء. خداوند میگه گفته بیاید جاوکه، میگه اگر گناهی کردید بیاید و پیامبر برای شما استغفار بکنه و شما هم استغفار بکنید، خداوند رو تواب و رحیم میبینید. میگم پس چی؟ پس باید بریم پیامبر برام استغفار کنه. حالا پیامبر نیست، باید بریم امام غائب برامون استغفار بکنه. آقا آیه در مورد چیه؟ آیه در مورد منافقینه که فرار کردن از جنگ، جنگ نرفتن، به رسول الله علیه السلام ظلم کردن. دو تا آیه قبلش، آیه 61، آیه 64 رو خوندید دیگه، 61. و اگر به منافقین بیای بگی برای کارها، هم برای کار خیر گفته قبلا، هم برای جهاد. اگه اینطوری به قرآن نگاه کنیم، شما نگاه میکنیم حاجی، اگه اینطوری نگاه کنیم به قرآن که شما میگی آیه واسه منافقون بوده، آیه قبل در اونایی که از جنگ فرار کردن. من تفسیر نمی کنم عزیز من، من دارم آیه رو از یک از اول پاراگراف میخونم، من دارم آیه رو از اول پاراگراف میخونم، من که نمیتونم، دارم من که از خودم نمیگم منظور آیه چیه، دارم قبلش رو براتون میخونم، از روی متن دارم میخونم. میخواید فارسیش بکنم که راحت تر ببینید موقع من بگید اشتباه داره میکنه یا هر چیزی؟ این آیه که شما دارید میگید و هیچ پیغمبری رو نفرسته مگر اینکه به منظور که از فرمان خدا اطاعت بشه، و بعد اینجا و اگر اونان اومدن و از شما در واقع استغفار که از طلب مغفرت کردن از پیامبر، قبلش چیه؟ و وقتی که اینجا در مورد چیه؟ در مورد منافقانه. و وقتی که منافقان به اون منافقان گفته میشه به سوی چیزی بیایید که خدا بر اون بر محمد نازل کرده، به سوی پیغمبر بیایید تا قرآن رو بر شما بخونه، راهنمون بکنه، منافقان را خواهید دید که سخت به تو پشت میکنند. اما چگونه است؟ اما چگونه است که چون به سبب خبث نفوس و سوء اعمالشان بلایی بدانها میرسد، به منافقان میرسد و پناهی جز تو ندارند، میان پیش تو و میگن و به خدا سوگند میخورند که ما و اقوال و اعمال خود و مقصودی جز خیرخواهی و اتحاد نداشتیم. کار بد کردن بر پیامبر، ظلم کردن بر پیامبر، بر پیامبر ظلم کردن. وقتی پیامبر گفته، بهشون گفته به سوی چیزی بیاید که خدا و اون یعنی محمد بر اون نازل کرده، نیان. وقتی مشکل براشون پیش میاد، میان سمت تو. اونان کسانی هستن که خدا میدونه در دلهاشون چیست، یعنی میدونه در دلهاشون ایمان نیست. پس از ایشان کنارگیری کن و اندرزشان بده و با گفتار رسایی که اعمال درونشان رسوخ بکند، در اعماق درونشان رسوخ بکند، با اونها حرف بزن. و اینجاست و هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر بدین منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شود. و اگر آنان، یعنی کی؟ یعنی منافقینی که به پیغمبر بدی کردن، بدان هنگام که با نفاق و دروی زیر پا گذاشتن فرمان خدا به خود قسم می کردند، به خود
به خود ستم می کردند و به نزد تو می آمدند و از تو طلب آمرزش می نمودند، یعنی می گفتند پیامبر ببخشید که ما اذیتت کردیم، ببخشید که ما گوش ندادیم، ببخشید که ما این کار رو کردیم، و پیغمبر هم از اونها درخواست بخشش می کرد، بیگمان خدا را بس تو به پذیر و مهربان می افتی. این ترجمه تحت لفظی آیه قرآنه، هیچ ارتباطی به هیچ امامی نداره، هیچ ارتباطی به این نداره که ما برای استغفارمون باید سراغ قبر فلان امام. میگه منافقین به تو بدی کردن، اگر بیان در مورد بدی خودشون استغفار بکنن و تو طلب بخشش بکنن، تو ببخشیشون و تو هم از خدا بخوای که ببخشیشون، ما میبخشیمتون، میبخشیمشون. 6 آیه پشت سر هم براتون خوندم، متن ترجمه رو هم براتون خوندم، خودم هم ترجمه نکردم. اما سوال اینجاست که امام غیب شده، امام اینویزیبل، چه فایده‌ای برای نسل بشر داره؟ متشکرم از شما. تماس بعدی رو وصل می‌کنیم. امام غائب چه فایده‌ای برای نسل؟ دیدید از کجا به کجا رفت؟ امام، ما نیاز وسیله داریم. خب نیاز وسیله داریم، وسیله ما هم گفته جهاد عباداته، پس چی دیگه؟ امام خدا گفته بعد بریم پیش پیغمبر که براتون استغفار بکنه، اونم که در مورد منافقین. آقا امام غائب چگونه فضل خدا برای به ما میرسونه؟ کجا خدا گفته امام؟ سوال جواب این آیاتی که فرمودن جواب این بود که خدا کجا گفته که فضلتون رو از طریق امام به شما میرسونم، اونم یه امام غائب که اثری ازش نیست. اگر امامی وجود داشت میگفتیم بله این امامه داره به ما دین رو یاد میده، فضل پروردگار متعال توسط دینی که این به ما یاد میده از طریق علم این داره به ما میرسه. داریم در مورد یه امام غائب صحبت میکنیم، یه شخصیت غائب. من میگم خیالی، شما نگو خیالی، ولی غائب که با هم متفق هستیم. یه امام اینویزیبل، مثل یک همون مربی شطرنجی که غائب شده، غیب، نادید، نمیشه دیدش، نمیشه شنیدش. بعد میگم بیا شطرنج به ما یاد بده، این مربی شطرنج شما. میگم آقا من شطرنج یاد نمیگیرم، این یارو اینویزیبله، این مربی اینویزیبله، مربی ناپیداه، مربی وجود نداره. خدایا، خدایا، به مشرکین مکه اینا رو میگفتی میفهمیدن. برای نسبت شما نمیخوام شما رو بگم، ولی به کسانی که بیشترین عناد رو داشتن، بیشترین لجاجت رو داشتن، شما برید به ابو جهل بگی ابو جهل به اون چیزی که نمیبینی دیگه اعتقاد نداره، میگه من هبل رو میبینم، من لات و منا و عزا رو میبینم. یعنی واقعا لج کردن یه گروهی از لج کردن حتی مشرکین مکه فجیع تره. بفرمایید، خواهش میکنم، پشت خط هستید، بیننده بعد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید. خدمت شما استاد موحد بزرگوار و همگی زحمت کشان در شبکه موفق جهانی نور، زنده باشید. بفرمایید. امیدوارم همواره بتونید در سنگر توحید و حقگویی برنامه های خوبتون رو ادامه بدید و الله حافظ و نگهدار همه شما باشه. آمین. این که امام زمان موجود بی خاصیتی است یا نه، بذارید برای شیعه ها بمونه، این یه قضیه. ولی از شیعه ها من سوال دارم، از شیعیانی که اعتقاد به وجود امام زمان دارن و میگویند که شخص علی خامنه ای نائب برحق همون امام زمان موهوم و خیالی است، بگید توجیهتون برای قتل عام مسلمانان از وقتی که صفویه ملعون وارد کشور ایران شد و اشغالگری رو شروع کرد تا امروز، یعنی حدود 43 سال قبل تا اکنون، این جنایت شدت پیدا کرده و دست به کشتار مسلمانان و علل خصوص عالمان دینی اهل سنت زدید که نمونه هاشون زیاده و برای اسم بردن و استیل وقت ها گذاشت. و یا اینکه توجیهتون چیه برای اینکه رفتید تو کشور سوریه، نزدیک به 1 میلیون زن، به کودک خسال حتی و یا پیر و یا دیگر مسلمانان رو کشتید، آواره کردید، و تو عراق همچنین، تو افغانستان، تو یمن، تو لبنان و دیگر جاهای نقاط دیگر جهان که دستتون رسیده، برای کشتار مسلمانان توجیهتون چیه؟ این که شما میگید امام زمان وسیله فیض ما به خداست، خب این برای خودتون، ولی بیاید این تو این رو توجیه کنیم، بیاید که با چه توجیه شما مسلمانان رو قتل عام میکنید و یا کسانی که مخالف عقاید شما، این تو کجا اومده کسی که بایستی مخالف عقاید شما باشه این باید شما اونو بکشید؟ آیا تو قرآن نیومده میگه لا اکراه فی الدین؟ ما مسلمانان اعتقاد داریم که اگر شما مشرکی شیعیان، که من ایمان دارم مشرک هستی و انشالله با این اعتقاد که اگر بمیری جایگاهتون تو دوزخ همراه پدر بزرگوارتون شیطان رجیم، که شما فریب خورده شیطان رجیم هستید، من ایمان دارم که جایگاهتون اونجاست، ولی شما بیاید توضیح بدید
با چه توجیهی ما مسلمانان را میکشید که ایمان دارید خدا یکیز و قرآن هست و تو قرآن نوشته که هیچ اجباری تو دین نیست؟ من میخوام اینو جواب بدن. ممنون از فرصتی که به من دادید. زنده باشید، بزرگوارید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، خدا نگهدارتون. چون خیلی موضوع برنامه نبود دقیقاً این موضوع، من دیگه به روش کامنتی نمیگذارم و میریم سراغ بیننده بعدی. قبلش به عنوان خیلی اوکی، قبل از اون نمیریم چون بینندگان رو کم گرفتم، بیننده رو وصل میکنیم. نفر بعدی شما بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشی آقا نوابت، سلامت باشی. در الحمدلله من عالی ام. بفرمایید. یا داشت فرار میخوام خواهشم، خوب گوش کنی، پخشم نکرین نکرین، پشم میخوام برات امام زمان رو توصیف کنم. بفرمایید. امام زمانی که اینا میگن یه صفت مثل مهدی در اصل اسمش همون محمده که رسول الله گفت هم نام من میاد از طریق وحی. بعد عیسی هم اون دفعه هم براتون گفتم خوب تحقیق کنید، عیسی هم قبل از اینکه بیاد مسیح رو تصدیق کرد. یعنی ما دو مسیح داریم و دو محمد از طریق وحی صادر به پیامبران گفته و تورات گفته چشم چراغ من همین که مسیحه. به خاطر همین عیسی رو قبول نکردن. حالا ما این محمد مسیح ها، خوب گوش کنید، الان تو شرش کنید ببین میگید تو چیز همه چی نوشته منجی. ببین صفت ها زیاده، سوره نجم بخون، میگه طرف وحی بهش اومد که محمد پیامبر رو در افق علا دید. اینترنتتون فکر میکنم ضعیفه برادر، عذر میخوام. اینترنت خودتون، تماستون قطع شد از طریق اینترنت. تماس بعدی رو وصل میکنیم. شما بفرمایید، خواهش میکنم. خب تا تماس این بزرگوار وصل میشه من کلیپ رو پخش میکنم، بعدم با هم ببینید از زبانه یک مرجع آیت الله العظما سید کمال حیدری فواید امام زمان در عصر غیبت چی است. به ابراهیم بعد از اینکه نبی اول العزم شده شما میگه الان شما رسیدید به درجه ای که من به شما امامت بدم. این چه مقامیه؟ اگر بگید امامت سیاسی، خب وقتی پیغمبر باشه امامت سیاسی یا صلاحیت داره یا نداره؟ خود داره. پیغمبر نمیتونه امام سیاسی بشه؟ میگه نه، من این امامتی که داره میگم غیر از اون امامت سیاسیه. درست شد؟ حالا کارش چیه؟ امامت؟ امامت سیاسی کارش چیه؟ اداره اجتماع. امامت قرآنی این نیست ابدا، اصلا کاری به این کار نداره. امام زمان هم همین کارشو داره میکنه، لکه من داره نمیبینم، نه اینکه داره کارش آخر بعضی میگن خب چه کارش در عصر غیبت. چون فرض کرده امامت یعنی امامت چیه؟ نه سیاسیه. خب الان هم سیاسی داره حکومت میکنه یا نمیکنه؟ پس بیکاره. پشت خط چه فایده داره؟ این سوالو میکنه. آب به چه درد ما میخوره؟ قرآن میگه اصلا کارش این، یکی از وظایف کوچک امام چیه؟ سیاسیه. دلیلش هم اینه، 11 امام میگه کار سیاسی کردن. ها؟ اصلا خلافت سیاسی دستشون بود؟ بعد چه کار میکردن؟ همون کار رو آقا داره میکنن، امام داره انجام میده. ولیکن فرقش اینه با امام صادق. امام صادق اصحابش میدیدن این کار رو میکنه، ما امام زمان رو میبینیم یا نمیبینیم؟ لیکن کارش آقا داره چی؟ اینطور هم نیست که بینیم اولا تو بیابونها آقا قضا نداشته باشه. اون کار خودشو کاملا هم مرتب با همه امکانات تکوینی و تشریع همه رو داره انجام میده. لیکن کل ما فی الامر چی؟ من نمیبینم. ندیدن شما یه مطلبیه، بیکار بودن آقا چی؟ مطلب دیگری. اما چون وقتی شما رفتید کل امامت رو در چی منحصر کردید؟ سیاسی و خلافت سیاسی. میگید الان 1400 سال چیکار میکنه؟ بیکار. پس ببینید آقا جون، امامت سیاسی نیست. حالا اگر کسی اینا رو فرد بخونه میگه ایشون
نیت خبیثی داره، میخواد این مسئله سیاست رو چیکار کنه؟ تضعیف کنه، که میگه ارزش اینه. جزاک الله خیر. اما اون جهتی که من امامت رو داره میبرم بالا که بگم مسئله سیاسیش ارزشی نداره در مقابل مقامات امامت، کما اینکه خود آقا امیرالمومنین رو فرمود، گفت بابا این والله افتت انزم پل من نیست، این کفشیمه که من میپوشم این اشرف از چی؟ از خلافت شما. خب اینا رو خودش آقا فرموده، میگه من اینا رو گفتم. تیترش رو یه بار دیگه، تیترش رو یه بار دیگه ببینید. تیترش خودشون، تیتر خودشون نه، من نگفتم. فواید امام زمان در عصر غیبت چیست؟ خب چیزی که آقا گفت، حجت الاسلام و المسلمین نیست، آیت الله نیست، آیت الله العظما دیگه، یعنی تهشه. میخواد فواید امام زمان، خدا در قرآن به ابراهیم علیه السلام گفت و امامی، منظور چیه؟ منظور امامت سیاسی نیست، منظور امامت سیاسی هست، وگرنه که امامت دینی داشت. پس امامت سیاسی هم باید امامان داشته باشن. چرا؟ چرا اون ابراهیم چرا امام؟ بلش کن کند. امامت سیاسی هم باید امامان داشته باشن. خب امامت سیاسی که امامان نداشتن، امامان امامت سیاسی هم نداشتند، حالا چه کار کنیم؟ حالا امام زمان چه فایده ای دارد؟ امام زمان امامت سیاسی که ندارد، امام زمان همان فایده ای دارد که امام صادق داشته. امام صادق تفاوتش با امام زمان اینه که ما امام صادق را میدیدیم، امام غائب را نمیبینیم. خب فایده سود سیاسی که نداشته، گفتن سود سیاست مثل بند کفش ما میماند، اصلا ارزش ندارد. خب چه سودی داشته حاج آقا؟ موضوع در مورد اینکه فوایدشون چیه. فوایدشون همون یکیه دیگه ابله، فواید امام زمان با امام صادق یکیه، فقط ما اون یکی صادقه، یکی غائبه، ما نمیبینیم. سودشون چیه؟ سودشون باید سیاسی باشه. سیاسی که نبودن که، سیاست مثل بند کفششون است. خب سودشون چیه؟ خورشید پشت ابر، خورشید پشت ابر که گرما میده، نور میده، بالاخره در میاد از پشت ابر. همون فواید. چه فوایدی؟ همون چی؟ همون فواید اون امامان. اون امامان که همون دیگه، میری بابا کنده کفش بذار با نعلین بیفتم دنبالت. چه سوالاتی است؟ خمست را بده جفان. سوار شدن، سوارتون شدن، لااقل ازشون دلیل سوار شدنشون رو که بپرسید. کمرتون درد میگیره، میگید خمس دارن میدن، سیغه دارن میکنن، همه کار دارن میکنن، امام زمان چه فایده ای داره؟ همون امامی که، همون فوایدی که امامان دیگه داشت، غیر از اینکه اونا چه فایده ای داشتن؟ نفر آخر رو وصل میکنیم. اتفاقا فهمم چون خیلی وقت پشت خط موندن، چون وقت برنامه تموم شده، اما ایشون پشت خیلی وقت پشت خط موندن، بهشون احترام میذاریم و وصل رو میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید، پشت خط هستید. سلام علیکم. علیکم سلام. سلامت باشید. فواید امام زمان رو من میخواستم یه روایت بخونم، انشاءالله این روایت شما برنا توضیح بده، بگه اگه ما اشتباه میکنیم بگه اشتباه هایی درست بگه یه ایچی در مورد فواید امام زمان. انشاءالله میگن یک الو در مورد فواید نگاه کنید در مورد امامته گیر بگم من روایت رو بخونم، اون موقع شما دلالت رو ببین چقدر امام زمان دلالت داری یا نداری. برادر گل من، ما در مورد فواید امام زمان داریم صحبت میکنیم. اگر در مورد فواید بفرمایید. بله بله چش این روایت میگه عبدالله ابن عمر میاد پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، میاد یه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخونه، میگه که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. حدیث یعنی ضعیف، این حدیث ضعیف، این حدیث جا. در موردشون مفصل توضیح دادیم. نه آقایی شما این روایت توی مناظره علامه امینی با علمای اهل سنت بوده و چقدر واقعا شما چقدر قوی گفتی. یه چیزی که گفتی
یک موضوع عزیز من تو مناظره علامه امینی با یه نفر دیگه بوده، چرا تو به صحت و ضعف روایت دار؟ من میگم روایت صحیح نیست، روایت ضعیفه. میگید علامه امینی تو مناظرهش تو فلان استفاده کرده، بی خود استفاده کرده از روایت ضعیف. این روایت پیش علمای اهل سنت خونده شده توسط علامه امینی و علمای اهل سنت ردش نکردن. این یعنی روایت صحیحه. شما اینقدر هر روایت که به نفعتونه نگه، به ضررتونه نگه، این ضعیفه اون یکی قویه. این روایت روایت صحیحیه و علمای اهل سنت این تو تاریخ ثبت شده که علامه امینی برای علمای اهل سنت میخونه و علمای اهل سنت رد نمیکنن. پس این دلیل بر صحت این روایت. باشه، اشکال نداره. حالا این روایت چی میگه؟ این روایت میگه که در هر زمانی یک امامی وجود داره و اگر کسی اون امام رو نشناسه به مرگ جاهلی، یعنی مرگ نصرانی یا یهودی مرده، کافر میمیره. و نگاه کنین، شما نگین که امام زمان چون دیده نمیشه نیست. خدا هم دیده نمیشه، کی گفته که نیست؟ و خدا بعد در حال که این حال که نه دیده میشه نه چیزی، داره فضل داره به ما چیزی همه عنایتش به ما میرسه. شما چرا میگین وقتی امام زمان دیده نمیشه میگین نیست؟ بله. پس این روایت میفرمایند که در هر عصری امام زمانی وجود داره و اگر این امام زمان ما نشناسیم و بمیریم، مرگ و مرگ جاهلیته. بله، تمام شده رفت. بله، حدیثتون ضعیفه. خب حدیثتون ضعیف و سرسرت ضعیف هم هست. اوکی باشه، بذار من تمام میکنم. عزیز من، عزیز دل من، من روایت رو از نظر فقه، از نظر علم حدیثی اهل سنت دارم خدمتتون عرض میکنم. روایت از نظر فقه اهل سنت وجود نداره. یک روایت شبیه به این وجود داره، اینکه اگر کسی بمیره و بر عنقش بیعتی وجود نداشته باشه، مات میتتن فان میتته جاهلیه. این روایت وجود داره، ولی تو صحیح مسلم هم باز یک روایت شبیه به این هست در مورد همین قضیه‌ای که بیعت نداشته باشه. اینه اون حدیث صحیح، اینه من مات و لیس فی عنقه بیعتون، کسی که بمیره و در عنقش بیعتی نباشه، مات میتتن جاهلیه. این حدیثیه که صحیحه تو صحیح مسلم هم هست. اینکه جلوی یک نفر یک روایت یک حرفی زده و اون شخص سکوت کرده، اصلا اهمیتی اصلا نداره، پشیزی ارزش نداره تو علم حدیث. علم حدیث بر اساس اصول حدیثی گفته میشه و این حدیث در میون اهل سنت وجود نداره، در میون اکثر مسلمان ها، در میون سواد اعظم مسلمان ها این حدیث ضعیف هست. همه مسلمان ها این حدیث ضعیف میدونن. آقا یه کار میکنم، خیالتون راحت میکنم دیگه. شما سطح حدیثی که سواد حدیثی نداری، اشکال نداره، حدیث ضعیف نیست، حدیث صحیحه. امام زمان هم وجود داره. خب اون چیزی که آخوندا میگم هست، یه امام زمانیه غائبه. موضوع ما این نیست. من همون اول برنامه همون قبل از اینکه شما شروع کنید بهتون گفتم ما میگیم امام زمان غائب وجود دارد. آن چیزی که مراجع میگوین درست است، آن چیزی که 5% مسلمان میگن فرض رو بر صحتش میذاریم، کاری به این نداره. امام زمان وجود دارد. سوال برام اتاق فرمایید یه بار دیگه برای من. بله، امام زمان من میگم بی فایده ترین موجود جهانه. خب شما برای من بفرمایید امام زمانی که وجود داره، اصلا اثبات شده، فرض محال رو داریم قبول میکنیم وجود داره و اثبات شده، شما به من بفرمایید یک فایده امام زمان رو به من بگید. یعنی شما امام زمان رو بهش معتقد هستید، یک فایده ازش بگید، بفرمایید. نگاه کنید در روایات شیعه که ثبت شده کاملا، یکی بذار از آیه قرآن شروع کنم که اول الامر در روایات شیعه و سنی منظورش اهل بیته و از اهل بیت ما، اهل بیت منظور خمسه طیبه است که بعد از اهل بیت ما رسیده، که روایات بسیار رسیده که 12 امام وجود دارن و اسم تک تک ائمه اومده تا به حضرت مهدی ختم شده. بله. و برای غیبت حضرت مهدی هم این همه چیز اومده، همه بشارت ها اومده که قرار غایب بشه. میشه اسمتون رو بپرسم؟ حسن. آقا حسن عزیز، من نمیدونم به چه زبونی با شما صحبت کنم، ولی دارم فارسی صحبت میکنم و این آخرین باره که بهتون وقت میدم که مطلب رو بفرمایید. اگر متوجه نشدید باهاتون خدافظی میکنم. خب وقت برنامه تمومم شده، ولی من به شما میگم حالا که دارم
آره من تا فردا به حالا شما که وقت دارم میدم. جواب میدم شما آره باید قطع کنی. من تا باشه فردا بهت نه جواب اگه بدم. خب اینجوری قدرت دست رو شما قطع کن. من تا فردا بهت جواب میدم، بهت وقت میدم تا فردا اتاق فرمان، تا فردا لطفا به من وقت بده. خب من دارم میگم من امام زمان رو به فرض آخوندها قبول کردم. میفهمید چی دارم میگم؟ یعنی من قبول کردم که حسن عسکری امام است، امام 11 است، از جانب خداست، معصوم است، تمام اون چیزایی که آخوندا میگن. خب و یک فرزند دارد به اسم مهدی، این مهدی اومده غیبت صغرا غیبت کبرا، الانیم ما الان 1200 سال گذشته از اون ماجرا. خب من الان به عنوان یک انسان دارم از شما میپرسم، انسان، میخوای دلیل شرعی بیاری بیار، میخوای دلیل عقلی بیاری بیار. من به نظر من آقا حسن عزیز، این امام زمان، امیدوارم که قد نشده باشید، بذارید من آقا حسن رو یه بار دیگه وصل میکنم چون اینترنتشون قطع شد. من بذارید این آقا حسن رو یه بار دیگه وصل کنم و بعد مطلب رو بگم، قبل از اینکه ایشون وصل نشده نگم، چون که اتاق فرمانم عذر میخوام از اینکه تایم بیشتر از وقت برنامه رو دارم میگیرم. اما بذارید این حرف ما با امام، با امام حسن، با آقا حسن به یه نتیجه برسه. این هم از آقا حسن. بذارید من تا وصلشون نکردم موضوع رو ادامه نمیدم که ایشون از طریق تلفن هم با من باشن. آقا حسن خودم بهشون تماس میگیرم. موضوع ما، من دارم میگم ما فرض رو بر این گذاشتیم که امام زمان وجود داره. آقا امام زمان هست، تمام شد، میذاریمش که ما دو هفته قبل در مورد بود و نبودش صحبت کردیم، الان دیگه در مورد بود و نبودش صحبت نمیکنیم. نمیدونم چرا شما بس نمیشم متاسفانه. ما فرض رو بر این میذاریم که امام زمان وجود داره، امام زمان غائبه. از اول برنامه هم همین رو گفتیم، امام زمان وجود داره یا وجود نداره. هفته قبل ما در مورد صحبت کردیم، آقا اینجا فرض برنامه الانمون وجود داشتن امام زمانه، اینکه امام زمان، بله امام زمان هست، امام زمان غیب شده، امام زمان فرزند امام حسن عسکری وجود داره. سوال ما الان بر این نیست، سوال ما بر این نیست که نمیدونم ابراهیم خداوند بهش گفت امام، پس مهدی فرزند حسن عسکری هم امامه. میگیم هست، خب خدا رو شکر تماسشون هست. آقا حسن تشریف دارید؟ یه بار دیگه بنده خودم تماس میگیرم باش. بله آقا حسن تماستون قطع شده بود. ببینید من تو سکوت کردم، تو این فاصله که شما قطع بودید چیز خاصی نگفتم. الان عرض میکنم خدمت، ما فرض رو بر این گذاشتیم که امام حسن عسکری فرزندی داشته، غائب شده، الان به اسم مهدیه و الان ما هستیم بعد از 1200 سال، من و آقا حسن هستیم و داریم این سوال رو من از آقا حسن دارم. آقا حسن به نظر من این مهدی تو زندگی پدر من، پدر بزرگ من، جد من، ده نسل قبل از من و شما تأثیری نداشته. خب پس فایده ای نداشته، باید بیفایده ترین انسانه یا بیفایده ترین موجود روی کره زمینه. من از شما این سوال رو دارم که آقا حسن عزیز، دوست شیعه من، شما به من بگو یک فایده از فواید امام زمان رو. بله بگم؟ بفرمایید. میگم ما در روایات شیعه روایاتی داریم که اگر امام نباشد زمین اهل خودشو به زمین فرو میبره. این روایت، روایت نزد شیعه مسلمه. شما میگین دروغ، امام میگیم راسته. توجهی؟ پس شما نمیتونین بگین آقا امام زمان هیچ فایده ای نداره. نه، به نظر ما امام زمان واسطه ای، هر امامی در هر زمانی واسطه ای بین زمین و آسمان، یعنی بین خدا و زمین بوده. از زمان آدم اینطوری بوده بر اساس روایت شما، از زمان آدم تا خاتم تا الان تا وقتی که امام بر... بله امام قبل از رسول الله علیه الصلاه و السلام چه کسی بوده؟ ناکنین حضرت عیسی، حضرت عیسی علیه السلام 12 وصی داشتن و تا اینها، درست بعضیاشون شناخته شد نشده بودن ولی اینها وجود داشتن، 12 تا وصی تا به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرسه. امام قبل از رسول الله علیه الصلاه و السلام کی بوده که زمین ما رو نبلعیده؟
میگم 12 تا وصی حضرت عیسی بودن، 12 تا وصی بوده حضرت عیسی بوده؟ که اینا درست شناخته شده نبودن، ولی مردم زمان اهل خودشون میشناختنشون و اینا واسطه بین خدا بودن. کی بوده؟ کی بوده؟ یعنی شما نمیدونید امام قبل از رسول الله کی بوده؟ امام بین عیسی و موسی کی بوده؟ امام بعد از موسی کی بوده؟ امام بعد از موسی، امام بعد از موسی و هارون کی بوده؟ جان امام بعد از موسی و هارون. عزیزم هر کدوم از هر کدوم از این پیامبرا همشون بعد از خودشون یک وصی از طرف خدا برای خود جانشین داشتن که مردم یه نمیدونید کی بوده. ای نه شما گوش کنید، گوش کنید، بذار من اینو بگم که مردم نگن چرا خدا ما رو بدون ولی گذاشت، چرا بدون راهنما گذاشت. عزیزم ما که داریم میگیم اینو شناخته شده که شما الان خیلی خوبه، دمت گرم. الان من اینجا هستم به عنوان یه نفر میگم خدایا چرا منو بدون وصی گذاشتی، خدایا چرا منو بدون راهنما گذاشتی، من راهنمایی میخوام، خدایا امامی گذاشتی که غیب اینویزیبل من نمیتونم ببینمش، خدایا من راهنما میخوام، راهنمای من کو؟ آقا حسن راهنمای من کو؟ احسن 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 روایات ما اینو به ما میفهمه، روایت شیعه، بنده روایتو خوندم بعضیاشو که روایت میفرماین که امام زمان علیه السلام بعد از غیبتشون 4 نائب خاص داشتن و بعد از اون نائب خاص روایاتی از اهل بیت ما رسیده که وقید فقیه عالم عادل جامع و شرایط جانشین عام خب جانشین خاص. خب این که ما هم داریم، ما هم میگیم علمایی که علمایی که بعد از رسول الله علیه السلام اومدن میشن وصی و نشوندنده اون چیزی که قرآن و سنت رو به ما میرسونن. شما به امام زمان به من بگید چه فایده ای داره؟ فرق ما با شما اینه که شما یک خلیفه ای رو از خودتون انتخاب خلیفه کردید. رو ول کن، اصلا کاری به خلیفه ندارم، ول کن خلیفه رو. شما داری میگی بعد از پیامبر، شما میگی بعد از پیامبر. عزیز من الان خلیفه رو ول کن، من میگم الان بین من و شما، بین من و شما، شما گفتید امام زمان، من به شما پرسیدم امام زمان چه فایده ای داره، من میگم امام زمان چه فایده ای داره، شما میفرمایید امام زمان که خودش نیست، بعد از اون 4 تا نائب اومده، اون نائب هم که مردن الان عالمان و آخوندا اونا هستن که دین رو اونا به ما میرسونن. من میگم خب الان هم علمای اهل سنت اونا هم هستن که عالمان رو دین رو به ما میرسونن. امام زمان این وسط چه فایده ای داره؟ چون که روایت شما گفته بعد از امام زمان علما هستن که فقها هستن دین رو به ما میرسونن، یه موضوع جداییه. میگیم علمای دینی چه تاثیری دارن، میگی تاثیر علمای دینی اینه که دین رو به ما میرسونن. من میگم منطقیه. امام زمان چه فایده ای داره؟ فواید امام زمان من برای شما گفتم این فواید تکوینیه، یعنی خدا برای ارتباط برقرار کردن با بنده هاش، برای فیض و عنایت رسوندن به بنده هاش نیاز به ولی داره. خدا نیاز داره به ولی؟ نه به خاطر ظرفیت ماست. خدا نیاز داره به ولی؟ شما گفتید خدا نیاز به ولی داره. ظرفیتمون کمه با بله، ما ظرفیتمون کم، ما انسان‌ها ظرفیتمون کمه. خدا خودش نمیتونه با ظرفیت کم به ما فیض بده با ظرفیت ما. من اگه مثلا اینجا یه گوشی نوکیا داشته باشم هیچ وقت نمیتونم با اون سر عالم تماس باشم. عزیز من بلکن گوشی نوکیا رو، خداوند متعال عالم قادر مطلق بر جهانیان نیاز داره برای اینکه به ما احتیاج، خداوند نیاز نداره والعیاذ بالله. خداوند متعالی که از اولین آیه هایی که سوره هایی که بچه ها یاد میگیرن قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، خداوند متعال بی نیاز از هیچ گونه چیزی، خداوند متعال بی نیاز مطلقه. ما نیاز داریم، خداوند بر اساس اون نیازهای ما به ما فیض میرسونه. امام زمان چه فایده ای داره؟ اینه که ما یه دور کامل رفتیم سر اینکه رسیدید به اونجا امام زمان راهنمای ما چجوری ما راهنمایی میکنه. ما حدیث داریم که بعد از امام زمان علما راهنمایی میکنن. خب امام زمان چه فایده ای داره؟ پس این راهنما نیست. دوباره امام زمان فیض به ما میرسونه، مثل اینکه خداوند میخواد فیض برسونه. ولتاژ خداوند و عیاذ بالله تکرار کف کف نیست، نیاز داره خداوند به یه کسی که ولتاژش رو کم بکنه که به ما برسونه. دلیلتون کجاست؟ خداوند چرا به ما نگفته من فیضم رو از طریق مثلا با ولتاژ بالا نمیتونم برسونم، نیاز دارم به امامان؟ بفرمایید. داداش اگه ما بخوایم این فواید رو برای شما بگیم، این فواید
توی روایات شیعه است که باید برگردیم به خیلی مباحث عقبتر ببینیم آیا شیعه حق بوده یا نه. ما دست طبق مباحث اعتقادی خودمون میگیم من که میگم شیعه حق اصلا. من که الان تو برنامه فرض رو بر این گذاشتم، دوباره نرو به موضوع قبلی، اینکه شیعه حق شیعه حق نیست. من میگم امام زمان وجود داره، ما میخوایم به این برسیم دیگه. امام زمان وجود داره به همون صفاتی که شما دارید میگید، به اون صفات چه سودی به ما میرسونه؟ دو تا من حرف شنیدم از شما از اول والله تا الان، دو تا حرف از قبلیاتون هم همین حرف، از این آیت الله عظام همین حرف. آیت الله عظام که یه چیزی گفت، خب از این بیننده قبلی، امام راهنمای ماه، کجا راهنمای ما، چجوری ما راهنمایی میکنه؟ نه، در زمان غیبت علما راهنمایی میکنه، اینکه آخونده داره، فضل امام زمان نیست. خب دوم اینکه فیض به ما میرسونه، خدا احتیاج داره برای اینکه به ما فیض برسونه به امامان؟ نه، خداوند احتیاج نداره برای اینکه بخواد به ما فیض برسونه به امامان. خداوند فیضش رو از طریق خودش پروردگار عالمیان به ما میرسونه. ما احتیاج داریم که کلام خدا رو بشنویم. آره، ما احتیاج داریم کلام خدا رو بشنویم، اونقدر در ظرفیتمون نیست. خداوند انبیا رو فرستاده، انبیا رو فرستاده برای اینکه کلامش رو به ما بگه. ولی اینکه چطوری فیضش هم نمیتونه به ما برسونه، مشیتش رو هم نمیتونه به ما برسونه، نیاز به امام داریم نداریم؟ اینکه خود زمین ما رو میبلعه، اینکه نسل بشر منقرض میشه، اینکه آسمون به زمین میاد، اینکه زلزله میشه، اینکه طوفان میشه، اینه که ادعای بی خود بی جهتیه که در کتابای ما اومده، دلیلی براش وجود نداره. در کتاب شما باید پیامبر گفته باشه، باید قرآن گفته باشه که دلیلی براش ندارید. این آیه بودایی هم بلند میشه میگه اگر بودا نباشد زمین ما را میبلعد، اگر بودا نباشد آسمان به زمین میآید، از کجا میگویی؟ نمیدانم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.